کنتراسپسیون حقه به اصطلاح جلوگیری از حاملگی هست. ولی خیلی دقیق مطرح میکنه، میگه که از موقعی که این حق در قانون تثبیت میشه، در قانون ثبت میشه، یعنی حق قانونی به زنها میدن که بدن خودشون رو کنترل کنن، اون موقع زن تبدیل میشه به یه شخصیت حقوقی. و از اون موقع به رغم اینکه مثلا تحصیل کرده، حرفه آموخته، میتونه دسترسی حتی تو سیاست شرکت کرده، اینها همه اینها مهمه، یا کارهای خونه رو تقسیم میکنن با مردها، همه اینها اهمیت داره، ولی اون پایه اساسی برای رهایی زن آزادی تن و بدن هست استرا، یعنی که زن صاحب بدن خودش باشه. این از اون موقع است استرا، استقلال واقعی زن. خسته نشدید؟ ادامه بدم؟ من این قسمت دوم رو خیلی به سرعت خلاصه میکنم، چون تا برسیم به کریستیان جامبه و فروغ و بعد شیرخانی فرشته. در مورد جودیت باتلر که من توصیه میکنم باز برید سراغ روی نت، سخنرانی هاش هست به اصطلاح، به انگلیسی هست ولی خیلی چیزها ترجمه شده. اون کتاب اساسیش به اسم تروبل دان لو ژان هست به اصطلاح، که ژانر یعنی اون قالب‌های جنسی که وجود داره، مذکر و مؤنث در واقع منظور اینه، و این دوچار دردسر شده در واقع چند سالی است این قالب‌های جنسی، و اون این به اصطلاح تمام این مسائل رو زیر سوال می‌بره و بررسی ارزیابی می‌کنه، بررسی می‌کنه تمام مسائلی که تو جنبش فمینیستی وجود داشته. فیلسوف آمریکایی است، خوشبختانه خیلی از زن‌ها امروز تو فرانسه، تو اروپا فیلسوفان زن، مردم شناسان زن و جامعه شناسان زن در رأس این جنبش هستند، و هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی. تو آمریکا بزرگترین فیلسوفان تو این زمین‌ها زن هستند. جودیت باتلر به اصطلاح تحصیلاتش تحصیلات فلسفی است، راجب هگل و اینا درس تز گذرونده به اصطلاح فلسفی است، و ریتوریک به اصطلاح سخنسرایی یا خطابه تو دانشگاه تدریس میکرده، بعدها رسیده به مسائل فمینیستی و اینا. ولی تو همین به اصطلاح تدریس، تو آموزشی که میداده از لحاظ فلسفی و روی ریتوریک و اینها، یک کشف خیلی جالبی کرده، و اون اینی که دو جور گفتار وجود داره، دو جور جمله وجود داره از لحاظ زبانی. یعنی یه جمله است که جمله خبری که من مطرح میکنم، مثلا من میگم هوا سرد است، خب من یه اطلاعاتی رو منتقل میکنم به شما، ولی من اگر مثلا یک کشیش باشم یا آخوند باشم و در برابر مثلا یه خانوم و یا آقا، مثلا خانوم و آقایی که الان روبروی من هستن، جلوی من نشستن و من میگم که من شما رو به عقد و ازدواج یکدیگر در میارم، اگر گفت فرضم چیه؟ فرضم اینکه کشیش باشم یا آخون باشم که آیه قرآن میخونم، بعد از اینکه من این جمله رو ادا کردم چه اتفاقی میفته؟ میتونید حدس بزنید دیگه، یعنی این آقا و این خانوم میشن زن و شوهر، یعنی با ادای یک جمله موقعیت اجتماعی و حقوقی، حتی قضایی و ارث و حق و حقوق و مسائل روابط بچه ها، همین عوض میشه. قبل از این جمله شما صاحب این اختیارات و امتیازات و حقوق اینا نیستید، این جمله باید ادا بشه تا شما صاحب این چیزها بشید. بنابراین یه جمله هایی هستن که قدرت اجرایی دارن، به اصطلاح پرفورماتیویته میگه، به اصطلاح یه اصطلاح معروفش، به اصطلاح کلمه کلیدی مثل ولانس نزد باتلر پرفورماتیویته هست به اصطلاح، که یعنی بعضی گفتارها جنبه اجرایی دارن، اینه حتی تو انجیل و قرآن و تورات هم هست، خدا به موقع خلق دنیا میگه شو کن به اصطلاح، شو و آفتاب میشه، خورشید خلق میشه و
مثلا زمین به وجود میاد، غیر و غیره. یعنی با یک امر، جمله های امری هستن، با یک امر یک چیزی خلق میشه، حالا اون مربوط به دین هست، ولی در واقعیت هم همینطوری هست. ولی اگر همین جمله که من الان گفتم، میبخشید من به شما نگاه کنم، ولی نقایی که مثالم درست از آب در شدین شما برد. ولی اگر من حالا کشیش نبودم یا آخون نبودم، اگر میگفتم من شما رو به عقد و ازدواج در میارم، هیچ تغییر به وجود نمیومد. بنابراین شرایط داره. اون جمله امری، جمله ای که قابلیت اجرایی داره، باید از طرف یک مرجع گفته بشه که مشروعیت داره، قانونیت داره، یک اتوریته، یک قدرت در واقع، و شما این قدرت رو به رسمیت میشناسید و اطاعت میکنید از این قدرت. بنابراین این جور جمله قابلیت اجرایی داره. حالا چه ربطی به بحث ما داره؟ در واقع از لحاظ باتلر، تمام آموزشی که دختر و پسر از بچگی میگیرن این جمله های اجرایی است که به دخترها میگن شما اینطوری هستید، اینطوری باید رفتار کنید، اینطوری لباس بپوشید، اینطوری حرف بزنید، اینطوری این گونه به اصطلاح زندگی، نقش، ایدئال ها، وظایف و اون به پسرم یه چیزی. یعنی جمله های اجرایی است. با آموزش خودمون ما این به اینها نقش واگذار میکنیم به دختر و پسر، و همه ما در واقع نقش اجرا میکنیم، درست عین بازیگران، که منتها بازیگران موقتی هست، به دلخواه خودشون هست، مثل بازیگران سینما و تئاتر، اونا هم نقش اجرا میکنن. ما نقش زن و مرد رو اجرا میکنیم تو جامعه، منتها از بچگی این نقش ها رو به ما آموزش دادن، اینقدر تکرار میشه که ما فکر میکنیم واقعا این نقش ها طبیعیه و ذاتی ماست، که یعنی ما از اول دنیا مرد بودیم یا از اول دنیا زن بودیم، در صورتی که واقعا معلوم نیست ما مرد 100% مرد باشیم یا 100% زن باشیم، چه بسا یه آمیزه ای از مرد و زن باشیم مثلا همه ما. یعنی مهم اینه که به اصطلاح بذر تردید رو در ذهن آدم ها نسبت به مرزهای بین جنس ها میکاره، و خیلی خیلی به اصطلاح این مسئله ساده مطرح میشه. من حالا فقط یک مثال بزنم از روی ما یک گروه بندی کردیم با فرشته چون پزشک هست.